سلام عرض بکنم خدمت شما و بینندگان خوب و همیشگی بخش خبری بانوسانی. آقای رمضانی، من در این گزارش سعی کردم تا با جستجوی مختصر از آرشیوهای موجود به چند برهه زندگی شخصی به نام مسعود بهنود از روزنامه‌نگاران عصر پهلوی و در عصر فردی که در اون زمان فعالیت سیاسی زیادی داشته بپردازم. این رو هم خدمتتون عرض کنم که این گزارش در اصل شامل سه برداشت متفاوت و متناقض از هم از شخصیت این فرد. این وعده رو هم خدمتتون عرض کنم که این گزارش مقدمه‌ای برای تهیه گزارشی جامع‌تر و مبسوط‌تر در مورد زندگی و شخصیت این فرد. خواهش می‌کنم این گزارش رو با تعمق بیشتر نگاه کنید. این سه عکس متعلق است به یک فرد با یک اسم و شهرت. برداشت اول تصویری از یک جوان 30 ساله است که چند سالی می شود پایش به محافل سیاسی و امنیتی رژیم پهلوی باز شده است. روزنامه نویسی که معتمد ساواک و پرویز ثابتی است و حتی با نخست وزیر وقت امیر عباس هویدا هم فالوده می خورد و شوخی می کند، حتی مقابل دوربین تلویزیون. میگن که فرق دیپلمات ها و روزنامه نویس ها این هستش که دیپلمات ها بدترین حرف ها رو در بهترین شکل ها میگن و روزنامه نویس ها برعکس بهترین حرف ها رو در بدترین شکل ها میگن. این تصاویر را به خاطر بسپارید تا مجدداً به آنها بازگردیم. برداشت سوم، 30 چند سال بعد تلویزیون شاهنشاهی برای مسعود بهنود، آن روزنامه نگار سالهای دور، وجود خارجی ندارد و ناگزیر تلویزیون سلطنتی دیگری به نام بی بی سی پاتوق وی می شود. ژستی روشنفکرانه و در مقام تحلیلگر. استفاده از کلماتی ظاهرفریب همچون دموکراسی، مردم، جمهوریت، چند صدایی و رسانه این بار در تحلیل او ابزاری می شوند برای دشمنی و ضدیت با جمهوری اسلامی. میگه که صلح رو برافراشتن. اصولاً اودینس جهانی رأی نداد. دولت آزادی ایران، تصویری که میبینم تو صحنه سیاسی ایران. این صحبت ها برای ضد انقلاب سلطنت طلب که آشنایی زیادی با مسعود بهنود دارند هم عجیب و غیر منتظره است. آقای بهنود، یادت شما گوشت و پوست و استخوانت از امیر عباس و هویدا و محمد رضا شاه پهلوی بود؟ چرا که آنها فراموش نخواهند کرد چنین تصاویری را که حالا از بایگانی خارج شده. بهنود در کنار هویدا مقابل مردم از دبیرکل حزب رستاخیز، تنها حزب فرمایشی پهلوی ها، به ستایش و سوالات آنتن پرکن می پردازد. خبر داریم از کم و بیش از روی جناب کمتک فرمید. خیلی به انتقاد سازنده معتقد هستید. واسم سوال بکنم که چرا این روحیه رو به همکارانتون منتقل نمی فرمید زید؟ من به گوش و به اطلاعات شما ایمان دارم. در این برنامه که دو تن دیگر از جمله منوچهر گنجی، عضو هیئت اجرایی رستاخیز، و افشار پناه به عنوان نماینده نمادین کارگران حضور داشتند، بهنود هیچگاه نپرسید آیا حزب رستاخیز همان مدل استبدادی کمونیست نیست؟ سرکار به عنوان دبیر کل حزب، از پیشرفت های حزب تا چند اندازه راضی هستین؟ به خصوص با توجه به اینکه کانون‌ها آیدوتنجی بهتر از من میدونن که پیشرفت بسیار داشته. چرا ملت ایران باید به استناد حرف شاه یا عضو حزب اجباری شود یا به اخراج اجباری از کشورشان تن دهند؟ تنها علامت سوالی که در مورد فعالیت های حزب شاید وجود داشته باشه در مورد جناح ها هست. نکته دیگر این که آیا ژست منورالفکرهای آن دوران صرفاً به همان عینک و پوکهای سیگار ختم می شد یا امثال بهنود در مقابل دیکتاتوری شاه و حزب هویدا خود را سانسور کردند و منافع شخصی خود در دربار را دنبال می کردند؟ جالب اینجاست که هویدا عضویت حزب تازه تأسیس رستاخیز را به بهنود هم می دهد و او این چنین اجابت می کند. هنوز شما عضو کانون نیستید و من به شما پیشنهاد میکنم که زودتر عضو کانون بشید. خودتونم میتونید چراغی باشید. الان چراغ هم نباشید، شمعی که هستید. الان با این شمع استفاده کنیم که ما قدم های سریعتری رو برداریم. میشه چشم.
فیلم کامل این گفتگو حاکی از آن است که این برنامه یک آگهی بوده است برای حزب سلطنت ساخته رستاخیز، آن هم در اوج خفقان و دیکتاتوری محمد رضا پهلوی. داستان مسعود بهنود برداشت دومی هم دارد، فاصله زمانی ماندن و رفتن. ماندن او پس از انقلاب اسلامی از وی یک مهاجم به مبانی نظام ساخت که چند نشریه در اختیار دارد و مرتباً به هر سوی باد میچرخد و این بار به جای حزب رستاخیز حزب باد بود که بهنود نشان عضویت در آن را بر گردن آویخت. یادآوری این دست تصاویر برای ما که نه شاید برای تاریخ سندی باشد ماندگار از آمیختگی با یک رژیم سلطنتی تا حافظه تاریخ درباره مدعیان دموکراسی قضاوت کند. این گزارش مقدمه‌ای بود کوتاه فقط بر یکی از تصاویر موجود در بایگانی و در آینده نزدیک مستندی مبسوط از نام برده در زندگیش در ایران و خارج از کشور پخش خواهد شد. آقای بن یادت شما گوشت و پوست و استخوانت از امیر عباس و هویدا و محمد رضا شاه پهلوی بود.